سلام دوستان عزیز، حالتون چطوره؟ من امین اینفرنو هستم و خیلی خوش اومدید به ویدیو امروز. آقا بعد از مدت ها آلکاتراز، خیلی دلم واسه کلاسیک تنگ شده بود بچه ها، گفتم یه ویدیو فوق العاده صددار کلاسیک براتون بذارم. بچه یه چیزی بهتون بگم، امروز کلا میخوام در مورد یه موومنت و یه مغز بازی خاص صحبت کنم. بچه ها خدای اگه یاد بگیرید یعنی چطوری بازیتون رو کنترل کنید، اصلا لوز داخل کارتون نیست، اصلا باخت نمیدید، کلا سخت بنازم. چه خبر بچه ها؟ امروز کلید خونه رو تحویل دادن، بالاخره بزنم به تخته داداشم. ولی بچه ها واقعا طول کشید، شاید بهتون بگم 7 ماه منتظرم، یعنی تازه کارا داره شروع میشه، یعنی از امروز شاید بچه ها یه 40 روز کار داشته باشه دیگه. میدونید کابینه تو این چرت و پرت اینا خیلی کار داره، ولی داش همین کلا کنار من نمیکشم، این همه سب که ام دوباره هم سب میکنیم، ولی دیگه میگم دیگه دست خودم دیگه، تونتون موومنت های داش همینو ببین چی کار دارم میکنم. بعد بچه ها میگم دست خودم همش اوکی میکنم، اصلا سطح موومنت هم انقدر بالا رفته نمیدونم دارم چیکار، اصلا نمیدونم کجام. بچه ها من تاره میگیرم اصلا مغز بازیم دو برابر میشه. اینجا رو با هم ببینیم بیاییم. یارو آرمور داشت، شد نشد. امین چه داره اینجا بابا؟ چی موومنتی داره؟ همین شاخ شده، همین شاخ شده. بحثی یعنی موومنتی دیگه این همش به خاطر وجود من ها. داداشم امین بابا بنازم، داش همین اومد. سیسماست انرژی ساعت، اصلا نگاه کن روانی هم بود. بچه ها امروز میخوام در مورد سولو اسکواد کردن بیشتر باهاتون صحبت کنم. اسکوادهای تقریبا قوی هماهنگ. ببین منتاره یعنی قدرت، اصلا منتاره بچه ها میگیرم روانی میشم، نمیدونم چرا جیدن این حس رو به منتاره پیدا کردم. بعضی وقتا بچه آدم با یه اسکین یه ارتباط خیلی عمیقی میگیر. داشتم این بخواهین بچه داشتم میگفتم با این اسکین خدای خیلی جور شدم. اسکین بالیه در کل، آها داشتم میگفتم اسکین رو ول کن، اصلا من تاره میبینم یه جوری میشم بخواهم. آقا در کل بچه ها امروز مادم بچه ها در باید سولو اسکواد صحبت کنم، با یه گان روی زمین رو میخوام بهتون معرفی بکنم. بچه ها معرکه است، ببین از این گان قوی تر هیچ جا پیدا نمی کنی روی زمین، یعنی گشتم نبود نگر نیست. من کلن بچه ها کلن اگه دقت کنید بچه ها رایفل خیلی کم استفاده می کنم، ولی از این به بعد هر گیم پلی ازم ببینید بچه ها این گان دستمه، حالا تا وقتی که ضعیفه، اصلا دراپ هم نمیخواد، نه اتچمنت نه چیزی، فقط میخوام اسم گان بهتون بگم، با گیم پلی میخوام بهتون بگم آقا چجوری بزنی، نگاه کن قشنگ سرویس بشن، در این حد قدرتمنده. یعنی اگه سولو اسکوات موندی تونستی یه ذره، ببین نمیگم زیاد، یه ذره مغز بازیت اوکی بود خیلی خوب میشه. بچه‌ها این کیلای تیرای روی زیپلاین بعضی هاشون میخورن، بعد هد شات زدم مامامی یا ها ها. نمیدونم بچه ها بعضی وقتا ریجستره بعضی وقتا نیست، واقعا اصلا هیچ وقت هیچ دلیل منطقی براش نفهمیدم. قبلا همه ریجستر میشد، بعد یه مدت هیچ کدوم از تیرا نمیخورد، الان تقریبا همه تیرا میخوره بچه‌ها، الان بدون استثنا همه تیرا میخور، نه ببخشید الان هم تیرا میخوره هم نمیخوره. آقا بریم سر گیم پلی اصلی. بچه ها ویدیو تقریبا از وسطا شروع میشه تا آخر حتما ببینید. آقا ببین کلا ببین داستان از چیه. یک بچه ها نگاه کن، خیلی باید با تیم هماهنگ باشی. من هنوز خدا شاهده کلی پلیر خوب میشناسم از بچه ها، هنوز پلیری پیدا نکردم بتونه کنار من بازی کنه. نمیگم مثلا بوی من چقدر شاخم هیچ کی نمید، نه منظورم اینه بچه ها سبک بازیه اونا با من مچ نیست، یعنی بعضی جا مثلا دوتا تصمیم مختلفه. موقعی که ببین یه اسکواد چی بود، موقعی که یه اسکواد بچه ها بشه دوتا تصمیم مختلف یعنی باخت اون تیم، تحت هر شرایطی یعنی باخت اون تیم. خب آقا ما میریم جلو، نگاه کن این راش بچه ها اشتباهه، یعنی مثلا بخوای واسه یک کیل بری جلو اشتباه محض، اصلا به کار نمیاد. یعنی الان مثلا یارام رفتن نگاه کن دو نفرشون خوردن، یه نفرشون اون یکی هم فقط سعی میکنم برسم به کاور. بچه ها مهم نیست، جدی میگم اینو، شما از یه اسکوات 3 نفر زده باشید 2 نفر زده، موقعی که وایپش نکنی ناک بشی یعنی باختی اون بازی. حالا هر چقدر ببین حرکت شاخیه تک به سدن از یه اسکوات، نمیخوام مثلا بگم
واقعا بیفایده بود. وقتی از یه اسکواد تکی سه نفرشون رو ناک کنی، یعنی 100% توی پلیر خیلی خوبی. خب ولی حرکت بیارزشیه بچه، اون حرکتتون هیچ ارزشی نداره. انمی رو دیدم، دیدم یه نفره، مطمئن بودم میزنمش، مطمئن بودم. آقا اونقدر میگم تا هر وقت قانون یک، تا هر وقت مطمئن نبودی طرف رو میزنی تیر نزن. یعنی بعضی وقتا من خودم از این اشتباه میکنم، مثلا زود تیر میزنم، ولی تا هر وقت مطمئن نبودی نرو الکی تیر بزن، بزن. یعنی حالا مثلا شده وستشن، ولی تا هر وقت مطمئن نبودی جات خوبه اینا، اوکی هیچ کاری نباید بکنی، رسما هیچ کاری. ببین من یه راش درست دادم، مطمئن بودم اینجا مثلا میتونم اینو بزنم، چون پریدم بکش، از بالا اومدم، نینجا بودم، تا اولین تیر صدا پامو نداشت، همه اینا رو در یک ثانیه میدونم. اینجا طرف زد، ناکن یه کویک اسکوپ، این دو نفر اسکواد بچو بقیه دارن یارامو میزنن، ناکن با یارام درگیره، داره با مکتن میزنه، لوت نکن، لوت میکنی دراپ شات نزن، مثل خیار میخوری. ببین یه سولو اسکواد خیلی خوشگل، حالا با شاتگان بود بچه ها. من امروز میخوام درباره کیلو 141 باتون صحبت کنم، که اینکه آقا چجوری زون آخر تنها موندیم، چجوری بازی رو وین کنیم. بشین ببینم بی تربیت داداشم، اینجور جواب ول کنید دیگه. حالا طرف یه کیل هم گرفتید نگرفتید بچه ها، بازیتون رو به خاطر کیل به فنا ندید. البته اگه اون گیم براتون مهمه، اگه گیم براتون مهم نیست، مثلا بعضی مچ‌ها من میرم خودم میپرم واسه یه اسکوت، برام میزنم دیگه، موقعی که درست راش ندی هر کی باشی میخوری. قشنگ بچا باید با مغز بازی بازی کنی. ببین من اینجا لوتمو میکنم، یه اسکوات اینور دارم، دو ببین دو تا اسکوات اونور، زونم یه دقیقه دیگه میاد تقریبا، یعنی موقعی که زومبی بیاد من تقریبا هیچ راهی ندارم. داداشم میام اینجا، نگاه کنید بچا اسکواد الان یه نفرمون مرده، اینجا میخواستم برم اونو بزنم بیام پشت کاور، دو تا نینجا زدم بچه‌ها میز شد، بازم میرم برام مهم نیست، اینو که زدم سری میام کاور میگیرم. نکن سوسکی، من باید اینجا شانس آوردم، من باید با نینجای اول میرفتم اینو میزدم میومدم پشت کاور، تنها راهش این بود، این بهترین کارش بود. اسموک هم خوبه، جدیدا منم دوست دارم از اسموک یکم بیشتر استفاده کنم، ولی بچه‌ها همونقدر که اسموک میتونه کمکتون کنه، اگه بد استفاده کنید بازیتون رو خراب میکنه، جدی میگم اینو. واسه همین یه مقدار ریسکیه، باید بلد باشی چجوری بزنی، یکم میخوام در موردش باید تست کنم. من زیاد بچه‌ها با اسموک پلی میدم، مثلا بعضی جاهای خیلی ضروری، ناگهان دیدم سه نفر، ارزش نداره، یارام اونجا موندن دارن میمیرن، میبینی یارامو دونه دونه زن. نباید بمونی تو اوپنی، تو اوپن داداش گل من قربونت برم نباید. من یک کیلو 141 دارم، تقریبا 14 نفر زندن اینجا بچه، میخواستم یه ردات بندازم، حواسم نبود همه رو انداختم. بیا ردات رو میندازیم بچه، این تیک رو نمیدونم چرا اینجوری میشه، تیک ها رو برش میدارم که دیگه مثلا اسکوب مسکوب نگیره، ولی بازم میگه نفهمیدم خدا وکیلی. خب ما میریم جلو، اسنوبورد رو زدم بچه، دیدم زون 5-6 ثانیه دیگه میاد. از اینجا به بعد ویدیو رو بشین مثل مدرسه نگاه کن. داداشمی حتی جهرومی هم داریم، میگم الان 13 نفر به اضافه جهرومی، میگم جهرومی هم دیگه نیست، یه نفر دیگه است، ولی من هنوز من کلا با جهرومی کار دارم، داداشم آذر جهرومی به مولا. ببین اینجا من از اینا جلوترم بچه‌ها، کلا تصمیمم عوض شد، گفتم آقا بذار برم جلوتر، زون سر صرف ثانیه است، نزدیکم، یه اسنوبورد دارم بذار برم، طرف همینجوری داره بهم تیر میزنه، اونا هم اسنو دارن، زون داره جمع میشه، 10 تا کیل دارم بچه ها، 10 تا کیل دارم، 13 نفر زندن به جز خودم، همه یارام هم مردن. من میرم جلو اینجا بچه ها، میتونم وایسم بیام اینو بزنم. خب نگاه کن، تمام تلاشمو میکنم، شد شد دیگه نباید اهمیت بدید، فقط دقت کنید اینجا هم نمیام وایسم تیر بزنم، میتونم یکی دوتا کیل از اون ور بگیرم، اینجا جاش نیست، از بالاترین نقطه ممکن. ببین ترد پارتی اینجا هم هنوزم جاش نیست، یه ذره میریم جلو که این سنگ باشه کاورمون، از پشت سنگ بچه ها شروع میکنیم بزدن، بشمار یک ناک، یه نفر خیلی حرفه‌ای ناک میکنیم، میام جلو اسلاید میزنیم، نفر دو، نفر دو هم بچه ها به همون زیبایی ناک. ببین حتی اینم الان میتونم بزنم چون هیچ کی نیست، ناکن کیلو 141 بچه ها واقعا گان قویه، یه دونه تیر نمیخواد بیشتر، یه دونه، فقط یه دونه تیر خوردی وایسا ریلود کن، اگه داشتی هیل کن، نگاه کن اینجوری بچه ها. من اینجا پینگم میره رو 200، بعضی وقتا اینجوری میشه دیگه، کلن بازیم چی میشه، یو پینگم میره رو 200، حتی خودم هم نمیفهمم. نگاه کنید اینجا رو، من اینجا وایسادم بچه ها، میخوام یه تصمیم درست بگم، نمیدونم باید کجا برم، صبر میکنم، چون بچه ها میدونی کی میشه تصمیم درست رو گرفت، موقعی که زون همه رو هول میده به سمت یه نقطه، اونجا اگه یه دونه تصمیم درست بگیری اوکی. ببین پینگ 200 شد بچه ها، میبینیم این از سطح داشم، اینه زونم داره میاد، پینگ من هنوز 200، خیلی گیم پلی بچه ها اینجوری خراب شده، الان شانس بود مثلا شاید تو زون میمردم اصلا، اگه دو ثانیه مثلا بیشتر میرفت اسنوبورد نداشتم.
بچه ها تصمیم درست. ببین دو تا نینجا دارم، میتونم باش دو تا کیل نینجا شات بگیرم، ولی مهم نیست. اینجا دیدم یه اسکواد داره میاد، تنها راه اینه بپرم نینجا بزنم. پشتم رو نگاه میکنم، هیچ کس نیست، هیچ کس. شروع میکنم. ببین این اشتباهش این بود، اومد بالا بشمار یه نفر. ببین بچه ها چقدر بد زدم، چقدر فشار خوردن بچه هامون. این دو نفر میگه از بک میزنی، داش من از کجا از بک زدم ستونم، میام اینجا هنوزم کیلومو دارم، میتونم ازش استفاده کنم. دوباره میام یه ریلود، یه فستم زدم، میخواد نیدم کنه، اونم سوسکی میزنیم، یه سه تا ناکی اینجا میدیم. پشما میخواد نینجا بزنه، نینجا اشتباهه بچه، با کسی که های گران داره نینجا مگه از بکش بزنید، از جلو بزنید بچه، خیلی سوسکی میترکونتتون. یه شات میز، دومی شات کیل، 16 تا کیل تا اینجا. ستونای گنگ داشمین بچه کاستومه دیگه، میگن وایستو باز کن امین. خب بچه ها چی بهش میگه الان اگه وایستمو باز کنم، یا فقط اون تیکه‌ای که وایس باز کردم ریکورد نیست، یا کل ویدیو خراب میشه، باگ میخوره، از آخر سیو نمیشه، یا دوبار اینجوری تبر خوردم. بعد بچه ها یه چیزی گفتم، گفتم بچه ها میایید کاستوم روم نگید تیم، بعد مثلا نکن یه نفر مونده، اینو الان هر کی نگه میگه امین تو چیت زدی، امین فقط دارم میگیرم، میدونم اونجا، مطمئن بودم اونجا. خب داشتم تیم میز، الان مثلا بچا اگه میومد با من فایت میداد، ویدیو من جذاب تر میشد. خب اسکوادم نیستم که بخوام مثلا فانش کنیم آخر بازی بخندیم. خب داش بیا اینجا یا دو تا تیر بزن، یه دو تا تیر بخور، بعد چهار تا شات داشم بود، اینجا اگه فایت میداد جذاب تر میشد. بچا خیلی عشقید، خیلی دوستتون دارم، میبینمتون، فعلا بابای بنازم.